این روزها با مینی سریال کاترین کبیر شبکه اچ بی او توجه ها به زندگی امپراتور مشهور روسیه جلب شده است زنی که شوهرش را سرنگون کرد و بیش از سی سال حکومت را در دست گرفت در گزارش سارا دخان از کاخ محبوب او دیدن میکنیم This is my توته جنگ قدرت و زندگی عاشقانه کاترین کبیر در این سریال شبکه اشپیو با بازی هلن میرن تصویر شده است. سریال کاترین کبیر نشان میدهد چطور کاترین با جسارت و درایت در مقابل مردانی که سعی می کردند فریبش دهند ایستاد. <applause> تنها زنی بود که ذهنی مردانه داشت حتی همه مردان مثل او عملگرا و راسخ نیستند اما او همه این ویژگی ها را داشت جالبه که با اینکه خون روسی در رکایش نبود بیشتر از هر کس دیگری در خاندان رومانوف وطن پرست شد اینجا در جنوب سن پیتزبرگ کاخ کاترین اقامتگاه محبوب امپراتریس قدرتمند روسیه که 34 سال بر تخت تکیه زد به دیدار کننده ها خوش آمد میگوید این قصر تابستانی تزارها را کاترین به سلیقه خود تغییر داد دکور کرد و آثار هنری نئوکلاسیک را در گوش و کنارش قرار داد در جنگ جهانی دوم کاخ آسیب عمیقی دید و تنها بخشی از اسباب اساسیه کاترین سالماند. ماند امپراتریس روسیه متولد پروس بود و زمانی که به کلیسای ارتودکس روسیه پیوست نامش را به کاترین تغییر داد او شوهرش را با کودتایی سرنگون کرد و بیش از سی سال بر تخت تکیه زد. زندگی عاشقانه کاترین به اندازه هوشمندی و قدرت سیاسیش برای مردم و مورخان جالب بوده. او با چندین مرد رابطه نزدیکی داشت و به آنها هدایای ارزشمندی میداد. حتی بخشی از کاخ کاترین به یاد یکی از مشوقهایش زوبوف نامگذاری شده. مشهورترین و البته وفادارترین مشوق او اما گریگوری پوتمکین است. کاترین ازش به شدت حمایت میکرد ولی در این حال قادر به انجام کارهای شگفتانگیزی بود. وقتی پوتمکین از دنیا رفت زنجیره از آدمهای دیگر پشتش اومد ولی یا کم اهمیت بودن و یا نمیتونستند در راستای اهداف بزرگ او گام بردارند. در دوران حکومت کاترین روسیه قلمرو خود را از جنوب و غرب گسترش داد او در سیستم حکومتی تغییراتی داد که دست اشرافزاده ها برای ستم به طبقه پایین جامعه باز شد. کاترین در 17 همه ماه نوامبر 1796 در پی بیماری درگذشت. اما قرن هاست که زندگی رنگارنگ و رنگ و با شکوه او مردم را در سراسر سر دنیا مرزوب کرده است. سارا خان، صدای آمریکا